خودرویی که پشت منه KMC T9 در کنار آقا بهزاد گل وایسادم. ایشون هم یه تعمیرکار حرفه‌ایه و هم خودروی T8 رو داره. الان کنار خودروی T9 وایسادیم و می‌خوایم نظرشون رو در مورد T9 بپرسیم. به نظرتون T9 بهتر از T8 هست؟ این یه خودرویی که مردم بیشتر برای آفرود ازش استفاده میکنن. برای همین من انتظار داشتم که زاویه حمله بهتری داشته باشه. الان به نظرم چندان زاویه حمله مناسبی نداره. حالا شاید توی نمونه‌های تولیدی اینو درست کنم، ولی کیفیت سپرم به نظرم چندان مناسب نیست. این خودرو هم فیس بهتری پیدا کرده و شاسی هایلوکس که از قبل سرش بوده الان هم همونه. موتورش GDI تزریق مستقیم زنجیر تایم، به هیچ عنوان اون مشکلات قبلی دیگه پیدا نمی‌کنه. نکته دیگه که وجود داره اینه که من احساس می‌کنم این لاستیک برای این وانت شاید مناسب نباشه. ما احتیاج داریم که یا رینگمون کوچیک‌تر باشه یا فاقمون بیشتر باشه که بتونه توی جاهایی که داریم میریم و آفرودیه ضرباتو بهتر لاستیکمون دمپ. بزرگتر از پسر عموی خودش T8. موتوری که روش گذاشتن یه موتور 2 لیتریه که 220 اسب بخار قدرت و 390 نیوتن‌متر گشتاور داره. تفاوتی که موتور این با T8 داره اینه که توربوی این در دور 1500 وارد مدار میشه، در حالی که T8 از 2500 میاد و کار خودش رو شروع میکنه. تزریق مستقیم سوخته، نیاز به این داره که تو شرایط ایران کالیبرش کنن، احتمالاً باید یه ذره ریتاردش کنن. من فکر کنم 220 تایی که دارن میگن بعد یه 20 تا ازش بیارم پایین به 200 اس میرسه و اون موقع احتمالاً یه موتوری میشه که دوامش برای بازار ایران مناسبه. گشتاوردی که هدر میرفت اصلاً هم چیزی نیست. گیربوکس آلمان ZF 8 سرعته قطعاً عالی میتونه باشه تو آفرود. این ماشین حرف زیادی داره برای گفتن. آقا قفل دیفرانسیل نداره، اون دفلاکی که ما میگیم اینو نداره. البته ازشون پرسیدم که احتمالاً این موتور رو قرار محدود کنن یا نه، به من جواب دادن که چون این تزریق مستقیم سوخته و توربو احتمالاً تو کالیبراسیونایی که انجام میشه قدرت و گشتاورش رو میارن پایین‌تر تا به بنزین ایران و آب و هوای ایران سازگارش کنند. خب به اینا میگن که 4 چرخ محرک، ولی در واقع 4 چرخ محرک واقعی نیستن چون قفل دیفرانسیل واقعی ندارن، یه جورایی مثل AWD دارن عمل میکنند. ظرفیت بارش نسبت به T8 یکم بیشتر شده، این الان 1100 کیلو میشه بهش بار زد، به T8 حدود 800 کیلوگرم تا 850 کیلوگرم میشه بار زد. از نظر ابعاد اندازه بزرگتر از T8، البته به وانت G9 گروه بهمن نمیرسه ابعاد اندازش. طراحیش به نظر من طراحی خوبیه، حالا باید وایسیم بیاد به بازار و ببینیم که مردم در موردش چه نظری دارند. T8 خب یکی از پرفروشترین وانت های بازار خودروی ایرانه و پیشبینی میشه که T9 هم مثل پسر عموش وضعیت خوبی رو پیدا کنه در بازار خودروی ایران. در کنار آقای یاسر مقیسه هستم، ایشون کارشناس فنی شرکت کرمان موتوره و قراره در مورد یک سری از قطعات وانت T8 به همون توضیح بده. حالا تو T8 داری درسته؟ T8 چطوره؟ T8 ماشین خیلی خوبیه، عالیه برای آفراد سبک، خیلی خوبه برای شهری، عالیه. تو گفتی مشکل صفحه کلاچ داری، یه سری ضعفای کوچیک داره، اونو دیگه ضعفاشو بگو. ضعفاش یه دونه صفحه است دیگه، یه دونه دیگه صفحه. اگه تو آفراد سنگین بری قطعا کم میاره. خب اینی که اینجاست الان یه کله گاویه درسته؟ این درسته، کله گاویه قسمت عقب خودرو، یعنی محرک عقبشه که روی اکسل نصب میشه. خب ما تو خیلی از خودروهای دو دیفرانسیل قفل دیفرانسیل رو داریم و راننده خودش میتونه قفل کنه دیفرانسیل رو، اینجا چه اتفاقی میفته؟ توی این کله گاوی که اصطلاحاً اسمش کله گاوی است، به صورت اتوماتیک خودش قفل میشه. یعنی به چه صورت؟ زمانی که یک چرخ شما هرزگردی داره یا خارج از گودال هست یا داخل گودال باشه، از طریق نیروی گریز از مرکز میاد هوزینگ رو قفل میکنه، یعنی محورهای چپ و راست ما قفل میشه و نیرو روی چرخی میده که هرزگردی نداره و از اون طریق نیرو رو میتونه انتقال بده و خود اگر توی چاله جای گیر کرده باشه به راحتی بتونه در بیاد. مال آفراد سنگین است، اما واسه شهر رو اینا عالی. خب T8 موتورش تسمه تایمه و این زنجیره تایم، فکر میکنم موتور T8 آره 2 لیتره، اما تزریق مستقیم نیست، معمولیه، اما این تسمه تایمش هست شده زنجیر تایم، تزریق مستقیم شده، توربوش عوض شده. مطمئنا این
سخن بهتری داره برای گفتن. کنارش مثل جلوش طراحیش به نظرم پیشرو نیست و یه طراحی متوسط داره. بیاین عقب خودرو رو ببینیم. عقب خودرو به نظرم طراحی بدی نداره و از چراغ‌های LED اینجا استفاده شده. سیستم تعلیق عقبش اون چیزی که من دارم نگاه میکنم فنر شمشه و خب درسته که سخته، ولی به نظرم برای شرایط ایران و حالا استفادهایی که ما میکنیم این سیستم فنربندی برای تعلیق عقب گزینه بدی نیست. ولی اگه میخواستند بهترش کنند باید از چند لینکی استفاده میکردند که گرونتر میشد و ممکن بود استهلاکش هم بیشتر بشه. خب تو آفرود با اون مشکل نمیخوری؟ با تی 8 اصلا رفتی تا لابا؟ آره آفرود سبک باش رفتم، تو آفرود سبک خوبه، اما آفرود سنگین کم میاره آقا. یه برند حرف داره برای گفتن، اما این قدیمیه واسه آفرود سنگین نیست. بریم داخل خودرو رو ببینیم. خب طراحی داخل خودرو تقریبا شبیه باقی محصولات اخیر کرمان موتور، خیلی شباهت داره به جی 7. صندلیش به نظر من طراحی جالبی داره. بزنیم بریم بالا ببینیم چجوریه اگه چپ نقشه. خب یه نمایشگر بزرگ داره اونجا و وقتی هم که وارد خودرو میشین برخلاف بیشتر خودروهای چینی بوی بد نمیاد، یه ذره بوی خوبم میاد. طراحیش طراحی به نظر من مناسبه برای ایران، نه اونقدر شلوغش کردند و نه زیادم ساده است. حالا بعد ببینیم که ایرادهایی که باقی محصولات کرمان موتور تا الان داشتن، مثلا LCD ها رو حل کردن. قبلی ها LCD هاشون یکم مشکل داشت، بعد ببینیم LCD این وضعیتش بهتر شده یا نه. هنوز زوده برای قضاوت. در کل میتونم بگم طراحی داخلی خوبی داره. در جلو یه تم دیفرانسیل جلو هستش که زمانی که شما از قسمت فورش یا فورل استفاده میکنید از طریق این دیفرانسیل نیرو به چرخهای جلو هم انتقال داده میشه. اگه عقبش رو نگاه کنید فقط فکر میکنم یکم جای پاش کم باشه برای سرنشینای عقب و خب چون که خودروی هستش که مردم معمولا میخرن برای سفر، یه ذره انتظار میرفت که جای عقبش بیشتر باشه. حالا بیایم سر موتور خودرو. این موتور 2 لیتری توربو هستش. تزریق مستقیم سوخت نیست؟ نه نه خیر، تزریق مستقیم سوخت نیست و با سیستم پرخوران توربو گشتاور بالایی رو ما میده. توربوش از چه دوری وارد مدار میشه؟ توربو کلن، حالا این اصطلاح اصلا اشتباه است که توی کلن حالا نمیدونم کلیدی چیزی داشته باشه که وارد مدار بشه. کلن توربو در مدار هست، از زمان استارت توربو تو مدار هست، ولی اون کار مفیدش از 2000-2500 شروع میشه تا 4500 یا 5000 RPM. این خودرو به درد آفرودهای سبک میخوره و دنبال آفرودهای سنگین نباید باشین. اگه دنبال سفر کردنین میخواین آفرود سبک برین، یه وانتی میخواین که 4 چرخ محرک باشه، شاید این گزینه منطقی باشه برای خرید. البته بعد ببینیم وضعیت قطعاتش توی بازار چجوریه، خدمات پس از فروشش چجوریه، دوامش چجوریه. هیچ کدوم از اینا رو الان من نمیتونم در موردشون قضاوت کنم.